أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه شما عزیزان خواهرام و برادران را به رعایت تقوا پرواپیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که قرآن ناطق امام سفید رویان لنگر زمین و آسمان امیر المومنین علیه افضل صلوات المسلین فرمودن مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین و با تقوا خودتان را از هر آسیب و زیان محافظت کنید. الا فسونوها و تصونوا بها. در خطبه اول بحث قرآنی را با توجه به نیازمان و به عمق و جرفای قرآن بحث راهای رسیدن به سعادت یا به تعبیر معروف راه بهشت از منظر قرآن خیلی کوتاه انشالله این بحث را آغاز میکنیم و در هفته های آینده دنبال خواهیم کرد. میدانیم در روز 17 محرم الحرام قرار داریم، هم مناسبت های تاریخی زیاد است و هم مناسبت های روز و موضوعاتی که باید با اونا بپردازیم. تذکراتی که جایگاه نماز جمعه ایجاب میکنه با اونها توجه شود، اونها را هم خواهیم عرض کرد. اما بحث خطبه اول، یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح است درهای بهشت و جهنم است. شاید در روایات هم اگر دقت شود این بحث مطرح است. آقا رسول الله می فرمایند من شهر علمم، انا مدینه العلم و علیون بابها. دروازه این شهر امیرالمومنین است. گاهی در روایات باب رزق معرفی شده که از چه مسیر حرکت کنیم دروازه روزی بر روی انسان ها گشوده شود.
بحث امروزمان بیشتر روی درهای بهشت است. در آیات قرآن به صراحت آمده که جهنم 7 در دارد، لها سبعت ابواب لکل بابین جز اون مقسوم. جهنم 7 در داره و از هر دری افراد خاصی وارد می شوند، همونطوری که در زندگی اجتماعی خودمان هم گاهی مراکز و جایگاهایی است که برای افراد متعدد و گروه های مختلف درهای ورودی خاصی را در نظر می گیرند. این بحث ابواب بهشت و ابواب جهنم در آیات قرآن مطرح است، منتها به صراحت ما آیه نداریم که بهشت چند تا در داره. از روایات استفاده شده که درهای بهشت 8 تاست. من فقط یک آیه را برای که بحثمان زنده تر و در واقع با عرض بر قرآن آغاز شود میخوانم. سوره مبارکه زمر 29 سوره قرآن: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سوره مبارکه زمر آیه 873. کسانی که از پروردگارشان پروا داشتن، وسیق الذین اتقوا ربهم، کسانی که از خدا پروا داشتن، همین سفارش مهمی که هر جمعه در هر خطبه باید خطیب جمعه این بحث دنبال بکنه، میفرماید کسانی که از پروردگارشان پروا داشتن گروه گروه الى الجنت زمرا، زمر به معنای گروهه، گروه گروه به سوی بهشت سوق داده میشون، راهنمایی میشن. سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها، وقتی رسیدن فتحت ابوابها، واو داره، درهای بهش بروی اینها باز میشه. و قال لهم خزانتها، مسئولین، خزانه یعنی کسانی که مسئولیت درهای بهشت دارن، به مهمانهای بهشتی میگوین سلام علیکم. خب همین خوش آمدی که بالاتر از اون نداریم. فدخلوها خالدین، بیاین داخل بهشت و شما همیشه هم در اینجا مهمانین، مندگاری شما دائمیه. خب گاهی آدم زیارت میره به یک کشوری، مکه معظمه، کربلای معلا، و ویزاش تمام میشه، بالاخره تمدید میکنه، بعد بار دوم آخرش میگن آقا دیگه شما اقامت ندارید، دیگه باید برگردین از کشور ما، از شهر ما، یا و یک کشور خوب سفر میکنه و مدت هست دلاخره بر میگرده به خانه عزیزی، رفیقی، خلاصه وارد میشه، خیلی ازش استقبال میکنن، بالاخره یک روزی مهمانی به پایان میرسه. خدا میفرماید بهش درهاش که باز میشه، وقتی به پذیرایی میآیم خیلی استقبال بالاست و گزارش میدم که شما در این جایی که آمدین دیگه بر نمیگردین، همیشه میمانین. خب میخواییم این بحث مطرح بکنیم، این درهای بهش که باز میشه بر اساس روایات دنیا مزرعه آخرت است، آخرت است، از دنیا مزرعه الاخره، یا ما اون نتیجه اعمال دنیا ما در آخرت میبینیم. همین روایات فراوانی که داره، اگر رحم کردی به تو رحم میشه. امروز میخواییم خیلی کوتاه این بحث دنبال بکنیم که درهای بهشت از کجا شروع میشه، و ما روایات داریم که بهشت مخلوق هست، الان هم هست،
حالا این تصور که در عالم آخرت یک فضایی خلاصه به چی شکل باشه، اینا رو باید با یک فهم دقیق دنبال بکنیم و از روایات اینا قابل فهم است. اونه که از خود آقا رسول الله نقل شده فرمودن معروف، همون عبارتی که آقای امام حسین فرمودن من به خاطر امر معروف و نهی از منکر قیام کردم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، برای نهی از منکر و زنده کردن سیره جدم پیامبر خدا. یا در روایات داریم که امر معروف و نهی از منکر فریضتان عظیمتان، دو تا واجب بسیار کلام است. اعمال خیر در مقابل امر معروف و نهی از منکر مثل قطره است در مقابل اقیانوس. و روایات داریم که اگر امر معروف و نهی از منکر صورت نگیرد، ترک شود، خوبان جامعه ذلیل می شوند. من وارد او بحث نمی شوم، بحث را که نظرم هست و اشاره میکنم و دو سه تا نکته عرض میکنم این است که باید معروف اون چیزهایی که شناخته شده است هم مورد توجه فکری و اعتقادی و علمی جامعه قرار بگیره. جامعه بدانن معروف چیست. خیلی وقتا منکر در قالب معروف به مردم تحمیل میشه. و مطلب دوم این است که جامعه عملا به سمت معروف جهت داده شوند، یعنی مدیریت فکری اعتقادی و عقلی جامعه به طور تنظیم شود که به شکل خودکار مردم به سمت معروف کشانده شوند و حرکت به سمت معروف حرکت به سمت بهشت است. نتیجه این حرکت باید در دنیا هم دیده شود. اون برکاتی را که در آخرت نصیب انسان می شود نتیجه عملکرد دنیای ماست. لذا آقا رسول الله فرمودند المعروف باب من ابواب الجنه، نیکی، المعروف نیکی دری از درهای بهشت است. حالا شاید یک کسی بگه چطوری آقا امیرالمومنین دروازه شهر علم پیامبر است؟ خب نمیشه یک شهر رو ما در نظر بگیریم، خب یک دری اونجا گذاشته شده باشه و یک شخصی از اون در وارد شود. خب معلومه، یعنی شما اگر میخواییم به آگاهیایی که ما دسترسی پیدا کردیم که خدا به ما این لطف کرد از هوا حرف نمیزنیم و ما ینطق عن الهوا، حرف ما حرف خدا است، اگر دارای اخلاق بزرگ هستیم انک لعلی خلق عظیم، میخواییم به این مسیر وارد شویم، باید بریم سراغ امیرالمومنین. حالا اینجا هم اگر میخواییم بریم بهشت، آقا رسول الله فرمودن نیکی دری از درهای بهشت است. نیکی، ما باید در جامعه طرفدار اجرا شدن نیکی شویم، خودمان نیکی را بشناسیم و به نیکی پایبند باشیم، عامل باشیم، دیگران را با نیکی کردن دعوت به خوبی کنیم. شاید خیلی سخنرانی بکنیم مؤثر نیفته، تغییرات کم پیش بیاید، به خانواده ما، به محیط کار ما، در جاهایی که ما ارتباط داریم. خب راه داره، میفرماید کنو دعا تنماس به غیر السنت کن، مردم به غیر زبان دعوت کنیم. وقتی از شما تلاش دیدن، صداقت دیدن، پشتکار دیدن، اینها باعث می شود مردم به سمت نیکی ها عمل بکنن. پس دری از درهای بهشت کار نیکو کردن است.
کار نیک کردن است. ما وقتی با خانوادمان برخورد میکنیم، با جامعه زن به تعبیر قرآن وقتی برخورد میکنیم، قرآن میفرماید و عاشروهن بالمعروف، شما به شکل شناخته شده با زنها برخورد کنید. با هر جامعه‌ای، با هر گروهی. خیلی آیات قشنگ است، میفرماید اگر یک غیر مسلمان آمد در جامعه اسلامی مشرکه و این احد من المشرکین استجارت، اگر یک کافری، یک مشرکی آمد به شهر مسلمان ها پناهنده شد، میفرماید فعجر او را کاملا حمایت کنین، پناه بدین، آسیب بهش نرسه. به خاطر چی؟ حتی یسمع کلام الله، تا این مشرک غیر مسلمان سخن خدا را بشنوه، یعنی قرآن را بفهمه. از قرآن بهره پیدا بکنه. بعد ثم ابلغ و مأمنه، بعد ایره نکشین، آزار ندین، تحت فشار قرار ندین، سالم به شهر خودش برسانین. چرا؟ چون اونجا که رفت نتیجه این علم و آگاهی و این برخورد را که از مسلمان واقعی دیده اونجا گزارش میکنه، این نتیجهش میشه نشر اسلام، پخش اسلام. اگر خداوند در قرآن بحث یدخلون الناس یدخلون فی دین الله افواجا را مطرح کرده، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، یقین داشته باشیم این اثر نیکی کردن است، اثر آگاه کردن جامعه است، اثر بیدار کردن وجدان هاست. من در این ساعت قبل نامه ایره که پاپ به حضرت آیت الله سیستانی به عنوان دومین به اصطلاح سالگرد ملاقات با ایشان نوشتن و آقا جواب دادن، خلاصه از سایت گرفتم و انشالله در خطبه دوم میخوانم. ببینید چقدر برخورد آگاه آنه و با برنامه و هدفمند در جامعه اسلامی برای کشیدن انسان ها به سمت اسلام مؤثر است. آقا رسول الله فرمودن نیکی در درهای بهشت است. ما اگر بتوانیم با کردارمان جامعه را به سمت اسلام دعوت کنیم، نه تنها جامعه اسلامی، حتی جامعه انسانی را، بزرگترین امر معروف اینه. یقین دارین این امر معروف که این همه آیه درش هست خیلی چیز سنگین و کلانی است. مسئله ای که آقای امام حسین هدفشون رو از قیام امر معروف و نهی از منکر معرفی میکنن، بعد حضرت فرمود که یکی از آثار معروف کار نیک این است که مرگهای بد را از انسان دور میکند و هو یدفع مسار السوء. خب شما میدانید در روزهایی که اهل بیت را به کوفه بردن، ابن زیاد خیلی خلاصه اساعی ادب کرد، شهادت آقای امام حسین علیه السلام را به عنوان یک در واقع نکوهش بر اهل بیت مطرح کرد. وقتی بی بی زینب سلام الله علیها وارد مجلس شد، وارد قصر شد، یعنی در واقع خودشان برنامه ریزی کرده بودن عصر روز دوازدهم، بعد بی بی خیلی استوار وارد شد، تاریخ متفاوت نقل کرده، بعضی ها گفتن من حاضر هیل متکبره که این زنی که اینقدر با مثلا شخصیت و پردلی وارد مجلس شد، بعضی ها میگن ابن زیاد گفت اینجا زد، این کیه که خیلی بی اعتنا به ما وارد شد. بعد خانم ها و اسرایی که دور بی بی بودن اونا معرفی کردن، گفتن این زینب دختر فاطمه، دختر پیامبر است، یعنی نواسه پیامبر. او شروع کرد و اون مطالبی که علماش گفتن و شما هم شنیدین، بعد
قضیه شهادت آقای امام حسین مطرح کرد که دیدی خدا با شما چه کار کرد. بی بی فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. شما این جریان را تعریف نباید بکنی. رسول مبارک اسلام می فرماید شما کار نیکو انجام بده، یکی از درهای بهشت همین کار نیکو کردن است. ما اگر با پدرمان، با مادرمان با سیستمی که خدا گفته برخورد بکنیم به سمت بهشت حرکت میکنیم. با همسرمان، با همسایمان، حاکمیت با ملت، ملت با حاکمیت، تاجر با شریک و طرف قرارداد و کارش، روحانیت با مردم، مسئولین بخش‌های مختلف جامعه اسلامی، ریاست‌ها، مدیریت‌ها، کسانی که در بستر فرهنگ و تربیت قرار دارند، این یک شاراخ بزرگ برای سعادت و هوشیاری و بیداری است. ایجاب میکنه جامعه اسلامی به این مسائل با دقت و با هدفمندی بالا نگاه کنن. آقا رسول الله به امیر المؤمنین فرمودن کارهای نیک کن، علیک به ثناء الخیر. آقایان علما هستن، ثناء جمع است، تنها نماز نیست، تنها مثلا صدقه دادن نیست. حضرت فرمودن علیک به ثناء الخیر، کارهای نیک کن که آنها فإنها کارهای نیک تدفع مسار السوء، جلب مرگ ذلیلانه، مرگهای بد را میگیره. شما ببینید در جامعه تاریخ، ببینید اینهایی که در زندگیشان اهل کار خیر بودند. خب حالا ما ائمه معصومین، چون همه الحمدلله عقیده داریم که به شهادت رسیدن یا با شمشیر یا با نیزه، ما منا الا مسمومون او مقتول، همین شخصیت های بزرگ ببینید، اینایی که در زندگیشان اهل معروف بودن چطوری مردن، و اونایی که اهل ظلم بودن اونا رو نگاه کنید. و ما در تاریخ که پشت سر گذاشتیم، تاریخ حکومت ها، تاریخ قدرت ها، دولت ها، حتی تاریخ بنی عباس، بنی امیه، اینا رو بخونیم، الان هم بیاییم بخونیم، اصلا ببینیم. نمیشه ما انتظار بهشت داشته باشیم راههایی را که در قرآن برای بهشت معرفی شده اونها را دنبال نکنیم. اینا همه روایات است که از پیامبر نقل شده. من وقتم کم است، خیلی این تعبیر جالب است. پیغمبر فرمودن المعروف یقی سبعین نوعا من البلا، انسان اگر کار نیک انجام بدهد 70 نوع گرفتاری را از انسان دفع میکنه. ما امروز خیلی از مشکلات را که در جامعه خودمان و در جوامعی که ما با اینها معاصریم، همجواریم، میبینیم نتیجه توجه نکردن و برخورد نیک است. اون روایات و زیبایی‌ها و سفارشات که اسلام درباره خوش برخورد کردن و نیکو برخورد کردن داریم، در هیچ آدرسی نداریم. وقتی پیامبر بزرگوار اسلام مؤمنه معرفی میفرمایند، در اولین فراز میفرمایند لطیف الحرکات، مؤمن بسیار لطیف برخورد است، امر به معروفش، نهی از منکرش، کمک کردنش، دعوت کردنش، آگاهی دادنش، مساعدت کردنش بسیار ظریف و لطیف و دلکش و با جاذبه است.
واقع قضیه ایجاب میکنه ما از این مکتب درس های همدلی، همفکری، عزت، اقتدار و پیشرفت رو یاد بگیریم. چون در خطبه دوم باید به موارد بیشتر بپردازم، فقط به عنوان یک ورود و آغاز که هم هممون این بحث در قرآن دنبال بکنیم، بحث درهای بهشت و جهنم به شکل یک تئوری فکر نکنیم. خدا فرموده جهنم 7 در داره. بعد روایاتی که میاد باب خوردن مال یتیم مطرح میکنم، روایاتی که میاد عذرخواهی میکنم ربا خوری را مطرح میکنم. و ما در روایات داریم ربا خوردن جنگ با خداست، ربا مردم آزاری جنگ با خداست. مردم آزاری، خود مردم آزاری. خب این درها را باید پیدا بکنیم. قرآنی که خودش فرموده هر تر و خشک که شما لازم داشته باشید در قرآن هست. و وقتی پیامبر در خطابه قدیر امیرالمومنین معرفی می‌فرمایم، حدود 100 آیه را می‌خوانم، 18 آیه را تفسیر می‌کنم، تفسیر می‌کنم 3 تا سوره را تفسیر می‌کنم، بعد میرسم آیه 12 سوره مبارکه یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین، بعد تصریح میکنم میفرمایم امام مبین ایشان است. خب طبیعیه با جسم امیرالمومنین حضرت افتفا نمیکنن، به فکر علی علیه الصلاه و السلام، به بیان علی علیه الصلاه و السلام. بعد علی میفرماید مردمی قرآن که زبان نداره. خب قرآنی بین دو صفحه چی ساخته است ازش؟ میفرماید یه قرآن به زبان بیاریم. روز عاشورا هم آقای امام حسین سخنرانی که میکنن میفرماید عجله نکنین، اسم او قولی ولا تعجلو. باید با استفاده از این فرصت‌هایی که در اختیار داریم، مخصوصا جوانی، فراغت، امنیت، واقعا بیاییم قرآن را دنبال کنیم. چی میگه خدا در قرآن از قول پیغمبر؟ و قال الرسول، پیغمبر فریاد زد یا رب خدای من، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من قرآن را به هجرت کشاندن، یعنی از زندگی، از اجتماع، اینی که از متد قرآن، از روش قرآن استفاده شود، از این کار استفاده نکردن. در یک گوشه‌ای به عنوان یک مهاجر دیدیم گاهی مثلا آدم در یک شهری مسافر مهاجر احساس تنگ نفسی میکنه، احساس تنهایی میکنه. در امور، در میادین، در عرصه اصلی جامعه حضور نداره. امروز قرآن ما مهجوره. در تصمیم گیری های اجتماعی، در سیاست گذاری ها، در گفتمان های واقعی حضور نداره. خیلی بسیط، خیلی کوچک، خیلی جزئی بیا تلاوت بکن، یک قداست های که خیلی در عمل کرد ما مؤثر نیست، در اونجاها از قرآن استفاده میکنیم. خدایا ما را بیش از پیش با قرآن آشنا بگردان، با مفاهیم و راهنمودهای قرآن توفیق فهمیدن و عمل کردن مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلي ابن الحسین ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را و رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه تنها نمازی که با کلمه و با عبارت با تلاش فسعو الی ذکر الله در سوره جمعه معرفی شده که وقت صدا و اذان نماز جمعه بلند می شود، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، با تلاش به این ذکر خدا خودتون برسانید. در روایات داریم که وقتی انسانی برای شرکت در نماز جمعه حرکت میکنه خوبه در بین راه کسی برای احوال پرسی از ایشان مزاحمت نکنه تا به موقع به نماز برسه. ای اهمیت می رسانه قطعا یک جایگاهی به این اهمیت که حج فقرا معرفی شده رسالت سنگینی به عهده داره. بالاترین رسالت نماز جمعه مسئله بیداری همه جانبه است برای یک زندگی از هر جهت انسانی طیب، حیات پاکیزه. من نکته ای را از باب وظیفه به این جایگاه مهم عرض بکنم. یک هفته است در سال از طرف سازمان ملل در سال 1992 اعلام شده که در 120 کشور توسط یونیسف و شریک هایی که با خلاصه این جریان هماهنگ هستند شامل یک اتحاد جهانی هستند. این هفته اسم گذاری شده که از نظر تاریخی از 10 اسد، یعنی امروز به نظرم 13 است، تا 16 اسد شروع میشه و ادامه داره تحت عنوان هفته جهانی شیر مادر. حالا از سال 92 این برنامه چون در سلامت انسان ها خیلی مؤثره، اون چی که در سلامت جسمی و روحی و اخلاقی جامعه مؤثر است باید ما اینا را خلاصه مهم نیست از کجا اطلاعات به دستمون بیایه اینا را دنبال بکنیم. خلاصه هدف اصلی این ترویج به اصطلاح فرهنگ شیردهی توسط شیر مادر به خاطر چیست؟ چون میدونید یکی از مشکلات جامعه انسانی مشکل مرض است. معلولیت های زیادی ما داریم در کشور خود ما، در دنیا خب افراد معلول زیاد هستند. شما حساب کنید یک آدم اگر قدرتی را رفتن نداشته باشه چقدر مشکله، از دستش نتونه استفاده بکنه چقدر مشکله، از چشمش نتونه استفاده بکنه چی سختی سراغ خانواده میه. ما خیلی اینا رو میتونیم با تبلیغ با سخنرانی جلوش بگیریم، باور کنیم. حالا فرصت نیست. در بخش ازدواج باید از مشاورین آگاه استفاده کنن. درصد زیادی از معلولیت ها دفع میشه. حالا فرصت نیست من اینا رو مطرح کنم. چرا این هفته را نامگذاری کردن به هفته شیردهی توسط مادر؟ اولین اثری که شیر مادر داره، مخصوصا اگر تا 6 ماه اولاد از مادر شیر بخوره، اون به اصطلاح شیر زرد رنگی که همه تان میدانین حیوانات هم که تا
تولید میشن، تولید میکنن، بچه به دنیا میارن، گاو و گوسفند، اون شیر معروف است. اون شیر که در روزهای اول خلاصه از پستان مادر و سایر موجودات شیرده میاید، بسیار در سلامت فرزند مؤثره. حاوی فاکتورهای امنیتی بالاست. غیر از اون آثاری که برای سلامت داره، رابطه ای را بین مادر و فرزند به وجود می آورد که مشکلات زیادی را از مادر دفع میکنه، خوردن اون شیر توسط فرزند و ارتباط عاطفی عمیقی را بین مادر و اولاد به وجود میاره. خیلی مؤثر است خوردن این شیر و جلوی خیلی از مرضها را میگیره. تنها ماده غذایی که خام در اختیار اولاد قرار میگیره و همه چیزهایی را که برای سلامت لازم است در اونجا تامین شده شیر مادره. متاسفانه خیلی جامعه اخلاقی اسلامی و اعتقادی ما از اینها خدمت شما میشه که محرومه. لذا قرآن به صراحت میفرماید والوالدات، اینجا بحث مادره، والوالدات یعنی مادرها، یرزعن اولادهن حولین کاملین، میگه مادرها باید 2 سال کامل بچه‌هاشون شیر بدن. حالا فرصت نیست من بحث باز بکنم چقدر این آیه مطلب داره. پیغمبر فرمودن لیس للسبی لبن خیر من لبن امه، هیچ شیری برای سلامت اولاد به اندازه شیر مادر مؤثر نیست. لیس للسبی لبن خیر، هی علی خیر العمل کنتم خیر امتین. بحث شیر مادر که میگه پیغمبر میفهم از شیر مادر بهتر، غذای بهتر برای اولاد نیست. پیامبر به حولای عطار که یه خانم بود فرمودن آنگاه که مادر وضع حمل کرده و شروع به شیر دادن نوزاد کند، به هر بار مکیدن شیر مادر در روز قیامت نوری درخشان در برابر مادر جلوه کند. خب این شیر دادن خیلی اثر داره. فرمود که هر باری که بچه شیر میده نوری در قیامت جلوی مادر میدرخشه. هر کسی از گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده کنن به شگفتی در آین. پیامبرا انبیا وقتی اون نور میبینن تعجب میکنن. حالا ما الحمدلله عقیده داریم فردای قیامت قمر بن هاشم یه جایی داره همه شهدا قبطه میخورن، اما پیغمبر فرمود مادری که به بچه شیر میده فردای قیامت نوری میدرخشه که اولین و آخرین وقتی اون نور میبینن به شگفتی در میآیند. و در نامه عمل این مادری که شیر داده عمل روزدار و شب زنده‌دار ثبت میگرده. ما امروز خیلی از خلاصه خشونت ها را که میبینیم عامل اون بیتوجهی های خانوادگی است. یه بحث خیلی مفصل و زندهی در بحث شیر مادر داریم که من الان فرصت ندارم همه اینها را مطرح بکنم. نکته دومی را که باید عرض بکنم، الحمدلله مراسم محرم امسال بسیار با شکوه و با عظمت برگزار شد. توطئه ای را که دشمنان وحدت و برادری و سربلندی مسلمین مخصوصا جامعه افغانستان داشتن واقعا خونسا شد. برگزاری و تکریم بلند و عظیمی که از جریان عاشورا شد، یک بار دیگر بیداری و هوشیاری ملت افغانستان و مسئولین را به نمایش گذاشت. سراسر کشور الحمدلله مراسم هم با شکوه بود، هم با عظمت و هم با مدیریت کلان صورت گرفت. حادثه کوچیکی که در غزنی اتفاق افتاد که خلاصه گوشه از این برنامه ها را
یک مقدار در واقع سبوکر باز هم الحمدلله به شکل خوب مدیریت شد و ما امیدواریم که با پیگیری بیشتر این قضایا انشالله در آینده ها بهتر از گذشته مدیریت شود. علی کل حال ما یک محرم بسیار با عظمت را پشت سر گذاشتیم و یقینا در آینده با تجاربی که از گذشته گرفته می شود این مقوله به عنوان یک معبر برای اقتدار و یک در واقع مرکز و نمایش وحدت و همباوری و همدلی به نمایش انشالله گذاشته شود. مسئله دیگر نتایج هیئت سیاسی افغانستان به قطر که می دانید در روزهای گذشته جلسه ای بود، نتیجه باز هم راه ها به شکل کامل باز نشده، مسئله تحریم، مسئله فقر هنوز ادامه داره. ما امیدواریم که با درایت و با سعی صدر و با دلسوزی مسئولین راه های باز شدن و رفع موانع انشالله دنبال بشود. این روزا ما شاهد قراردادها با کشورهای مختلف هستیم از جمله چینی ها و قزاق ها. منتها نکته ای را که من باید عرض بکنم، اخیراً وزارت امور خارجه قزاقستان که قراردادهای زیادی را با مسئولین امارت اسلامی با بخش های خصوصی امضا کردن، در یک اظهار نظر فقر افغانستان را به عنوان یک فرصت برای را پیدا کردن گروه های افراطی معرفی کرده. ما امیدواریم با درایت و با سیاست و با جامعه نگری مسئله فقر و فشارهای اقتصادی برای همه آحاد ملت انشالله تدبیر شود. مسئله دیگری را که لازم دانستم قبل از صحبت از ایام محرم و بحث خلاصه اسارت مطرح بکنم، پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پاپ فرانسیس به مناسبت دومین سالگرد سفر تاریخی پاپ به نجف است. آقای پاپ نامه ای نوشتن بر اهمیت تلاش و به اصطلاح مدیریت برای پرهیز از خشونت و تنفر و تثبیت ارزش‌های دوستی بین مردم و ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز. تشکر کردم، گفتم که ما وقتی آمدیم از شما در این راه ها که چطوری با هم زندگی بکنیم معیارهای ماندگار را بشناسیم. یک نامه نوشتم، خب طبعا باید جواب تلفن و جواب هر نامه و درخواست و خلاصه مطلب را داد. آیت الله سیستانی که مقامشان متعالی است، خداوند به عزت و توفیق و عظمت همه آگاهان جامعه اسلامی و این شخصیت بیفزاید، روز چهارشنبه، همین چهارشنبه ای که گذشت، 11 برج اسد، پاسخ دادن به آقای پاپ. نوشت از کتاب کریم شما، کتاب یعنی همون نامه، که به مناسبت دومین سالگرد سفر تاریخی خود به عراق برای من فرستادید. خب این خیلی افتخار است که یک خلاصه رهبر مسیحی با این همه پیروی که داره به یک رهبر اسلامی نامه می نویسه. فرمودن خرسند شدم دیدار که من و شما را در نجف اشرف گرد هم آورد. خب پاپ آمد نجف، این دیدار مهم انگیزه‌ای برای بسیاری از پیروان دین اسلام و مسیحیت و حتی سایر ادیان و مذاهب شد. وقتی مذاهب و رهبرای دینی میبینه یک رهبر مذهبی با این همه طرفدار میآید در زیارت یک رهبر اسلامی تا مدارا و همزیستی بیشتر با کسانی که در دین و عقیده با آنها تفاوت دارم نشان دهم، میشه با اختلاف اعتقادی خوب زندگی کرد. آیت الله سیستانی ادامه داد،
در پیام تاریخی و برخی از مسائلی که در آن دیدار فوق العاده تاکید کردیم، از جمله اهمیت تلاش ها در ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز، دوری از خشونت، تنفر و تثبیت ارزش های دوستی بین مردم مبتنی بر نظارت از حقوق و احترام متقابل بین پیروان ادیان و گرایش های فکری مختلف اشاره شد. آیت الله سیستانی به سه نکته مهم در این نامه‌ای که پاسخ نامه آقای پاپ است می نویسند: من با شما بر لزوم تلاش بیشتر برای دفاع از ستم دیدگان و مظلومان در سراسر جهان موافق هستم. اصلا فرهنگ اسلام اینه، از مظلوم باید دفاع کرد. امیر المؤمنین فرمودن کنونو للظالم خصما و للمظلوم اونا، هر جا مظلومی است به یاد یاری او بشتابید، هر جا ظالمی است در مقابل او قرار بگیرید. ببینید این پیام نتیجه اون آگاهی است. دومین چیزی را که ایشان مطرح کردن فرمودن در بسیاری از نقاط شرق و غرب نبود عدالت اجتماعی در پیدایش برخی از جنبش‌های افراطی که از حمله به دیگران به دلیل فکر و عقیده متفاوت دریغ ندارن نقش داره. ایشان می‌فرماید یکی از عواملی که گروه‌های افراطی را در دنیا روز به روز داره زیاد می‌کنه چیه؟ ظلمه، تجاوز، ظلم، حق‌کشی باعث می شود این گروه های افراطی موجود بشه و وجود بیایه، پیدا بشه و گسترش پیدا بکنه. فرصت هم کم است. در فراز سوم آیت الله سیستانی تأکید کرد که در اینجا بر نقش اساسی ایمان به خداوند متعال و پیامهایش و پایبندی به ارزش های والای اخلاقی در غلبه بر چالش های بزرگ پیش روی بشریت در این عصر نیاز مبرم به تجهیز به جنبه های روحی و معنوی سالم و حفظ نهاد خانواده و ارزش های آنچنان که خداوند انسان را آفرید و تمسک به تقوا که انسان به وسیله آن به کرامت الهی نائل می آید. اشاره می کنم به مسئله خانواده که نظام خانواده مهمترین نظام است و ارزش تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امیدواریم که این پیام باعث بیداری همه مسلمین عالم بشود. آخرین فراز و نکته‌ای را که عرض میکنم، امروز عبده محرم است، یعنی 7 روز از شهادت آقای امام حسین گذشته. بعد از آوردن اهل بید علیهم السلام به کوفه در روز 12 ابن زیاد اهل بید را عصر روز 12 داخل قصر خودش با برنامه‌ای که داشت وارد کرد. خب وقتی فرصتی صحبت ندارم، صحبت‌های زیادی شد. بالاخره با چوب به لب و دندان‌های آقای امام حسین اساعه ادب کرد. جریان ها را شنیدین، اطفال ابی عبدالله و سرا در مجلس بودن، اطفال خیلی براشان سخت تمام شد. وقتی چوب ابن زیاد در کوفه بالا می رفت، بچه ها دستاشون جلوی چشماشان قرار می دادن. و اینجا بود که همسر آقای امام حسین مادر علی اصغر سر مبارک رو از جلوی عبیدالله زیاد گرفت. من اینا را نمی خوام عرض بکنم. اونه که مسلم است زندانی شدن اهل بیت در این روزهاست. بعد از اونه که در اون مجلس عبیدالله کم آورد و صحبتهای حضرت زینب، حضرت سجاد و سایر کسانی که بودن، یک نابینای اونجا بود، عبدالله ابن عفیف کندی، یک آدم دیگری بود که از نظر اعتقادی مخالف، یعنی موافق اهل بیت نبود، اما خب عبر ابن حریث، یک آدمی تقریبا
آزاد فکری بود. او گفت که ابن زیاد در مقابل یک زن اسیر نمیتوانی استدلال بکنی، او را به مرگ تهدید میکنی. بالاخره اهل بیت را به زندان کردن و سرها را در چند روزی که اهل بیت در زندان بود به نیزه ها کردن. خیلی شرایط دشوار بود، اهل بیت در زندان، سرها روی نیزه. چقدر طول کشیده من وقت صحبت ندارم. تا زمانی که ابن زیاد نامه نوشت از کوفه، نامه رفت به شام و برگشت، که حالا 7 روز طول کشید، 8 روز طول کشید، کمتر بیشتر. در این مدت اهل بیت در زندان بود. و اما یزید ابن معاویه فانه لما وصله کتاب عبید الله ابن زیاد، تا نامه ابن زیاد رسید به یزید، اعاد الجواب الی، تا جواب داد، یعمر فیه به حمل رأس الحسین. یزید دستور داد که، چون بعضیا متاسفانه تاریخ با همه عمقش نمیگن، گاهی میگن که مثلا یزید از ماجرا خبر نداشت، نه، یه حرفا نیست، اینا واقعا ظلم به تاریخه، ظلم بشریته. وقتی نامه رفت، یزید دستور داد، گفت که سر حسین با سایر سر شهدا و رؤوس من قتل معه، هرچی آدم همراه امام حسین کشته شده، سراشان از کربلا آورده بودن. کربلا یک شهریه حدود خلاصه 60-70 کیلومتر با کوفه فاصله داره، حالا شاید کمتر، بالاخره فاصله ای داره، من دقیقش الان نمیگم. سرها را آورده بودن کوفه، از کوفه تا شام بخوای بری خیلی راه است. من با موتر خلاصه لوکس جیمسی آمریکایی رفتم از سوریه تا عراق، 10-12 ساعت داخل موتر بودم، خیلی راه است. دستور داد که سرهای کسانی را که امرای امام حسین کشته شده بفرستین و به حمل اسقالهی و نسائهی به ایاله، گفت که اطفال هم بفرستین، خانوادش هم بفرستین. ابن عصم کوفی نقل میکنه که عمرو ابن عمر، همین ابن سعد، ابن سعد خاندان پیامبر را بر شتران برهنه و اوریان سوار کرد و مانند اسیران به کوفه آورد. چون بدان شهر رسیدن، یعنی روز 12 وقتی به شهر کوفه رسیدن، دستور داد تا سر مبارک حسین را بیرون برند و با اسیران به کوفه در آورند. سر آقا را قبلا به کوفه آورده بود، بعد دستور داد حالا سر ببر امراه او سرا داخل کوفه بیاور. پس از آن سر مبارک را بر نیزه زدند و سرهای دیگر را نیز و پیشاپیش آن سر مبارک را حرکت می‌دادند و پیشاپیش آن سر مبارک را حرکت می‌دادند. سر آقای امام حسین روی نیزه بود، پیشاپیش سرها بود، تا وارد شهر کوفه شدند. آنگاه سرهای پاک را در کوچه و بازار گرداندند. شما ببینید جنایت خیلی بزرگ است. عاصم یکی از همون کساییه که روایات قرآن 7 روایت از ایشان است، از ایشان نقل شده. عاصم از زر روایت نموده که اولین سری که در اسلام بر نیزه حرکت داده شد، سر حسین بن علی بود. من زیاد فرصت ندارم، دوست دارم که اینا را با اسناد خدمت شما عرض بکنم. راوی می نویسد وقتی من در کوفه بودم، اطلاع نداشتم که چه اتفاق افتاده. یک وقت داخل شهر دیدم سرها روی نیزه است، زنها دنبال سرها در حال حرکت است. در میان کسانی که اون سرهای مقدس را حرکت می دادن، مرد را دیدم که بر سر نیزه او سر نورانی تر از سایر سرهای دیگر بود. سر آقای امام حسین در بین سرها از همه نورانی تر بوده و آثار کشته شدن در اون سر به چشم نمی خورد. و اون کسی که نیزه به دستش بود، من همینه بگم انشالله با دقتی که شما دارین انشالله مسئولیت من ادا میشه، میفرماید اون سر نیزه‌دار فریاد میزد، انا صاحب الرمح الطویل، انا صاحب السیف الثقیل، انا قاتل دین الاسیل، من صاحب نیزه بلند و شمشیر سیقل داده شده، یعنی شمشیرم خیلی تیز بوده، و کشنده کسی هستم که حقیقت دین را دارد.
اون کسی که نیزه به دستش بود این دوری شعار میداد، میگوید زنی را دیدم از داخل اسرا سر بلند کرد فریاد زد، یعنی منظورش حضرت زینب بود. فرمود این طوری نگو، بگو این کسی است که جبرئیل در گهواره برای لالایی برای او لالایی میگفت. و من ناغاه فی المهد جبرئیل و من بعض خدامهی میکائیل. بگو میکائیل و اسرافیل و ازرائیل از خدمتگزاران این سر بودن و من اتقاؤه سلسائیل، سلسائیل از آزاد شدگان این سر است. او کسی است که عرش خدا از کشته شدن او بلرز افتاد. وای بر تو، به مردم بگو که من قاتل پیامبر ختم الانبیا بودم، من قاتل علی مرتضی بودم، من قاتل فاطمه زهرا بودم، من قاتل حسن مزکا بودم و من قاتل ائمه هدا و ملائکه آسمان و انبیا و اوصیا هستم. یعنی شهادت حسین کشتن پیامبر است. با کدام عبارت من اینا را بیان کنم؟ در زیارت ناحیه امام زمان فریاد میزند السلام علی الجیوب المدرجات، سلام بر گریبان های خون آلوده، بر لب های خشکیده، سلام بر جان های بلا دیده، سلام بر روحای از بدن رها شده. اینقدر آقا روزه میخوانه تا اونجا میرسد که میفرماید السلام علی الرؤوس المفرقت من الابدان، سلام بر سرهای جدا شده از بدنها. این ایام ایام سختی بر اهل بیت علیهم السلام است. خدایا این مصیبت ها را بر وجود نازنین مولای ما صاحب زمان و آسان بگردان. شما عزیزان با خستگی که من دارم شنیدین جملات را همه اشکاتان جاری شد. چه نعمت است؟ آقای امام صادق فرمود اون دلی که در مصیبت ما دردمند شود لحظه جان دادن خوشحالی را میبینه که این خوشحالی ادامه پیدا میکنه تا لحظه ای که بر حوض کوثر بر ما وارد شد. شما شنیدین گریه کردین. خدایا این ایام و این مصیبت ها را بر اون عزیز آسان بگردان، فرجش معجل فرما، خدایا هوایجش فوق رغبتشان برآورده فرما، امنیت نصیب همه مسلمین ملت و دولت افغانستان بگردان، همه کسانی را که در تبیین معارف قرآن، فرهنگ قرآن، فرهنگ پیامبر و اهل بیت تلاش میکنند خدایا توفیق روزافزون عنایت بفرما، خواهران و برادران که با حضورشان در نماز جمعه این زیبایی و این اقتدار و عظمت را یاری میکنند خدایا عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. السلام علیکم.